سلام بر شما، خوش آمدید به بخش خبر تلویزیون ایران فردا. من فریبا شیرازی هستم. 15 عضو شورای امنیت در بیانیه‌ای قویاً از آتش‌بس فوری و بی‌قید و شرط در غزه حمایت کردند تا فوراً امکان انتقال کمک‌های ضروری به منطقه ممکن شود. شورای امنیت از طرف خواسته در دوره عید فطر و پس از آن آتش‌بس را کاملاً پذیرفته و به آن متعهد بمانند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز خواستار آتش‌بس فوری در غزه شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر لزوم برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در نوار غزه تاکید کرد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، آقای اوباما ضرورت استراتژیک یک آتش‌بس فوری و غیر مشروط برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه که به خصومت‌های جاری پایان داده و راه را برای توقف دشمنی‌ها بر اساس قرارداد آتش‌بس نوامبر سال 2012 هموار کند، یادآور شد. وی افزود که در نهایت هر گونه راه حل پایداری برای منازعه اسرائیل و فلسطینی‌ها بایستی متضمن خلع سلاح گروه‌های تروریستی و غیر نظامی شدن نوار غزه شود. اسرائیل و آمریکا گروه حماس و سایر تشکیلات شبه نظامی فعال در نوار غزه را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دادند. طرف این روز شنبه بر سر یک آتش‌بس 12 ساعته توافق کردند تا در این مدت کمک‌های دارویی وارد نوار غزه شده و امکان بیرون آوردن اجساد فلسطینی‌ها از خرابه‌های این منطقه فراهم شود. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، از سرگیری راکت پراکنی از نوار غزه به شهرهای اسرائیل امکان تمدید این آتش‌بس را از بین برد و پیشنهاد حماس برای آتش‌بس دوباره در روز یکشنبه از سوی دو طرف نادیده گرفته شد. حماس خواستار رفع کامل محاصره غزه برای پذیرش یک آتش‌بس پایدار است، ولی اسرائیل این درخواست را رد کرده است. اسرائیل که دست به حمله نظامی شدیدی به نوار غزه زده است، میگوید که هدف از عملیات علیه حماس از میان بردن تونل‌های میان غزه و اسرائیل است که از آنها برای عملیات تروریستی استفاده می‌شود. همزمان با تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس در غزه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با دبیر کل سازمان ملل و وزیر امور خارجه مصر تلفنی گفتگو کرد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده است، آقای ظریف در تماس تلفنی با دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که در هر طرح آتش‌بسی، خواست مردم غزه به ویژه رفع محاصره از باریکه غزه باید لحاظ شود. وی همچنین و لزوم همکاری بین‌المللی برای ارسال هرچه سریع‌تر کمک‌های دارویی و غذایی برای مردم غزه تاکید کرده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین با سامی شکری همتای مصری خود گفتگو کرده و خواستار همکاری این کشور برای تحویل کمک‌های ایران به مردم غزه شد. آقای ظریف می‌گوید که کمک‌های بشر دوستانه ایران برای ارسال به این منطقه آماده است، اما به دلیل بسته بودن گذرگاه رفح در مصر هنوز نتوانستند آن را به غزه برسانند. این مقام ایرانی همچنین با کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و عیاد امین مدنی دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی نیز درباره بحران غزه مذاکره کرده است. نظامی میان اسرائیل و حماس در حالی همچنان ادامه دارد که تاکنون بیش از 1000 نفر از اهالی غزه کشته شدند. این در حالی است که در جریان درگیری اسرائیل و گروه‌های فلسطین در غزه 37 نظامی اسرائیلی کشته شدند. ریشه این بحران به 2 ماه پیش در ربودن 3 نوجوان یهودی و قتل آنها باز می‌گردد که اسرائیل حماس را عامل این بحران دانست. حملات راکتی وسیعی که از 8 ژوئیه از غزه شهرهای اسرائیل را در بر گرفت، همان روز واکنش سنگین هوایی و پس از 10 روز حملات زمینی ارتش اسرائیل علیه غزه را در پی آورد.
رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به دسترسی ایران به نقدینگی آزاد شده میگوید جمهوری اسلامی این پول را خرج حماس میکند. دولت آمریکا هفته پیش اعلام کرد به منظور ادامه گفتگوهای هسته‌ای تا ماه نوامبر دسترسی ایران به دارایی‌هایش را فراهم خواهد کرد. مایک راجرز رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از دولت باراک اوباما به خاطر آزادسازی 2.8 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران انتقاد کرد و گفت این پول صرف حمایت مالی از حماس می‌شود. راجرز که نماینده ایالت میشیگان است همچنین تصریح کرد ایران آشکارا در روزنامه‌های خودش با صدای بلند جار می‌زند که به حماس در نوار غزه کمک نظامی می‌کند. وی افزود ایرانی‌ها در جنگ سوریه از حزب الله حمایت می‌کنند و در نوار غزه برای حماس تسلیحات نظامی می‌فرستند. وی همچنین گفته است نمی‌توانید فقط روی یک بخش انگشت بگذارید. همه کارها باید هماهنگ باشد. به همین دلیل وقتی 2.8 میلیارد دلار را در شرایطی برای ایران آزاد می‌کنید که این کشور در نتیجه تحریم‌ها بی‌پول شده، این اقدام به معنای ادامه اعمال بد ایران در نوار غزه است. در همین راستا روزنامه زوید دویچه سایتونگ نیز در مقاله‌ای نوشت فرودگاه بین المللی امام خمینی که در 30 کیلومتری جنوب تهران قرار دارد به مرکز پخش تسلیحات سنگین و سبک بدل شده است و نیروی قدس واحد ویژه عملیات برون مرزی سپاه پاسداران از طریق هواپیماهای باری و مسافربری داخلی و خارجی به کشورهای مورد نظر سلاح ارسال می کند. این روزنامه با استناد به اطلاعات سرویس‌های مخفی غربی می‌افزاید واحدهای قدس از چند ماه پیش یک آشیانه بزرگ این فرودگاه را در اختیار گرفتند که در ضلع شرقی محوطه بزرگ فرودگاه قرار دارد. یک دیپلمات غربی که به اطلاعات سرویس‌های مخفی دسترسی داشته به روزنامه زوید دویچه گفته است این آشیانه تا حدود 2 سال پیش در اختیار شرکت هواپیمایی ایرانر بود، ولی امروز از قرار معلوم به مرکز لوجستیک و انبار تسلیحات سپاه پاسداران بدل شده است. زوید دویچه نقشه‌ای هوایی از این بخش از فرودگاه را نیز در گزارش خود منتشر کرده است. بر اساس این گزارش تسلیحاتی که در این آشیانه انبار شده شامل موشک‌های کوتاه برد از نوع فتح 110 که بیش از 200 کیلومتر برد دارند، موشک‌های آتشبار فجر 5 که گروه حزب الله در لبنان و جهاد اسلامی در غزه و نیز احتمالاً حماس آن را به کار بردند، موشک‌های ضد کشتی از نوع 3802 نور، موشک‌های پدافندی هوایی و ضد تانک، خمپاره، سلاح‌های کوچک و انواع مهمات است. این روزنامه می‌افزاید از این زرادخانه سلاح‌های مدرن به مقصد جنگ سوریه و برای گروه‌های شبه نظامی در لبنان و غزه نه فقط درون هواپیمای باربری بلکه همچنین در قسمت بار هواپیمای مسافربری نیز بارگیری می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از 3 هفته پیش که بحران غزه آغاز شده در اظهار نظرهای خود اذعان کردند که ایران دانش ساخت راکت را به گروه حماس داده است و بر ارائه کمک‌های مختلف به این گروه برای مقابله با اسرائیل تاکید کردند. اوج این اظهار نظرها زمانی بود که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز اول مرداد خواستار مقاومت قاطع و مسلحانه در برابر اسرائیل تا پیش از نابودی آن شد و گفت فلسطینی‌ها باید کرانه باختری را مثل غزه مسلح کنند. لذا بنده عقیدم اینه، حالا این اعتقاد ماست، کرانه غربی هم باید مسلح بشود مثل غزه. به گفت ما معتقدیم کرانه باختری نیز باید مانند غزه مسلح شود و کسانی که علاقمند به سرنوشت فلسطین هستند در این زمینه فعالیت کنند تا رنج و مهنت مردم فلسطین در پرتو دست قدرتمند آنها و ضعف دشمن صهیونیست کاهش یابد. به دنبال این سخنان بسیج اصناف و بازاریان حساب بانکی برای واریز کردن پول از سوی مردم به منظور خرید سلاح و مهمات برای فلسطینی های ساکن کرانه باختری اعلام کرد. از سوی دیگر بیش از 40 فرمانده فعلی و پیشین سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند اسرائیل اشتباه بزرگی مرتکب شده است و صهیونیست ها دست به قمار بزرگی زدند که قطعاً با شکست مواجه خواهند شد. این فرماندهان در بیانیه خود برای نابودی اسرائیل پیشنهاد برگزاری یک راهپیمایی 800 کیلومتری از کربلا تا قدس را داده بودند.
گفتنی است از زمان آغاز دور جدید بحران غزه دست کم 700 فلسطینی جان خود را از دست دادند و تلاش‌ها برای آتش‌بس میان اسرائیل و حماس نیز تاکنون بی‌نتیجه مانده است. بعد از تعلیق فاینانس چینی در هفته گذشته، مقامات بانک مرکزی ایران برای حل این مشکل به چین سفر می کنند. ارسلان فتیح‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته است، چین می‌خواهد کمتر از مبالغی که ایران در آنجا پول دارد فاینانس را انجام دهد، در حالی که قرار بود دو برابر این مبلغ را تامین کند. طلب 30 میلیارد دلاری ایران از چین تا آبان ماه سال گذشته در حالی است که از آن زمان تا کنون ایران روزانه حدود 600 هزار بشکه صادرات نفت به این کشور داشته است. چین در زمان دولت احمدی نژاد بیش از 45 میلیارد دلار پروژه نفت و گاز با ایران به امضا رساند، اما همه این پروژه ها به دلیل تأخیر یا لغو شد و یا در نوعی بلا تکلیفی به سر می برند. اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات پس از رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه قانون، وی را در خصوص اتهامات نشر اکاذیب و انتشار مطلب خلاف عفت عمومی مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست. در همین جلسه اما خبرگزاری امنیتی فارس که وابسته به سپاه پاسداران است تبرئه شد. سردبیر روزنامه ایران ورزشی نیز در مورد احتمال نشر اکاذیب مجرم شناخته نشد. اما فشار بر روزنامه نگاران و منتقدین در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار و فعال اصلاح طلب، به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. وضعیت جسمی دو زندانی سیاسی در زندان مهاباد وخیم گزارش شده و دادستانی با تمدید مرخصی بهاره هدایت مخالفت کرد. روز 5 مرداد جلسه محاکمه سراج الدین میردامادی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بنابر حکم بدوی این دادگاه برای این خبرنگار 6 سال زندان بریدند. این حکم ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض است. سراج الدین میردامادی با رادیو زمان همکاری آزاد به صورت تهیه مصاحبه داشته است. او که در زمان اقامتش در پاریس با رسانه‌های مختلف همکاری می‌کرد، بلافاصله پس از انتخاب حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری به این امید که وضع تغییر کرده است به ایران بازگشت. پاسپورتش را گرفتند و بارها او را برای بازجویی فرا خواندند. سراج میردامادی را سرانجام در اردیبهشت امسال دستگیر کردند. نخستین جلسه محاکمه سراج میردامادی در روز 30 تیر برگزار شده بود. گیتی پور فاضل وکیل سراج میردامادی پس از جلسه دادگاه اعلام کرد در جلسه امروز دادگاه اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به موکلم تفهیم شد و ما به دفاع در برابر این اتهامات پرداختیم. در همین حال صدرا میردامادی برادر سراج میردامادی میگوید در دو اتهام وارد شده قاضی صلواتی حد اکثر مجازات را برای سراج الدین میردامادی در نظر گرفته است. به گفته صدرا میردامادی برادرش معتقد است که سپاه پاسداران در مسیر این پرونده نقش داشته است. سراج میردامادی در زمستان سال 92 از فرانسه به ایران بازگشت. وی در سالهای 78 تا 81 معاون مدیر کل انتخابات وزارت کشور دولت محمد خاتمی بود. سایت‌های امنیتی پیشتر نوشته بودند که دستگیری سراج میردامادی برای مقابله با روند ورود فتنه‌گران به داخل کشور صورت گرفته است. در رویدادی دیگر هم مصطفی فقیه و جمال قادرنژاد، دو زندانی سیاسی زندان مهاباد، با وجود وخامت وضع جسمی از درمان مناسب محروم هستند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مصطفی فقیه، 53 ساله، زندانی سیاسی در زندان مهاباد، با بیماری قند خون شدید روبروست و با وجود موافقت پزشک زندان با مرخصی استعلاجی ایشان، مسئولان زندان و قوه قضاییه با این مهم موافقت نمی کنند. همچنین جمال قادرنژاد، زندانی سیاسی 38 ساله زندان مهاباد که به کمردرد شدید و دیسک کمر مبتلا شده، با مخالفت مسئولین زندان جهت مداوای پزشکی روبروست.
و در خبری دیگر هم سبا آذرپیک، روزنامه نگار اصلاح طلبی که از 61 روز پیش در بازداشت به سر میبرد، همچنان به صورت بلا تکلیف در سلول انفرادی نگهداری میشود. سبا آذرپیک صبح روز چهارشنبه 7 خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. روز 19 تیر ماه وکیل این روزنامه‌نگار خبر داد که برای وی به اتهام تبلیغ علیه نظام کیفرخواست صادر شده. با این وجود سبا آذرپیک همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شود و از آزادی وی به قید وثیقه جلوگیری شده است. در رویدادی دیگر هم بهار هدایت با وجود عمل سنگ شکن کلیه و لزوم مراقبت پس از عمل از سوی دادستانی به زندان فراخوانده شد. به گزارش کلمه بهار هدایت که هفته گذشته پس از مدت‌ها با مرخصی درمانی وی موافقت شده بود، با وجود ارائه مدارک بستری در بیمارستان و تایید لزوم عمل جراحی از سوی پزشکی قانونی و بهداری زندان، با مخالفت دادستانی با ادامه مرخصیش مواجه شد. بدین ترتیب این زندانی سیاسی که روز شنبه برای شکستن سنگ کلیه خود به اتاق عمل رفته و به گفته پزشکان تا 2 هفته نیاز به مراقبت و طی دوره نقاهت دارد، با دستور مسئولان دادسرا باید به زندان بازگردد. با روی کار آمدن حسن روحانی، فشار بر منتقدان و مخالفان و همچنین روزنامه‌نگاران بسیار افزایش یافته است. از سوی دیگر تحلیلگران میگویند حسن روحانی به جهت پیشبرد سیاست خارجیش و مذاکرات هسته‌ای در برابر فشار دستگاه سرکوب عمدن سکوت کرده است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت استان سیستان و بلوچستان، در خصوص اخباری که از وی در رسانه‌ها مبنی بر حمایتش از داعش منتشر شده، این خبرها را کذب دانست و آنها را تکذیب کرد. به تأکید کرده من با هر نوع تندروی و خشونت مخالفم و معتقدم مشکلات باید از راه گفتمان و تشکیل دولت فراگیر و ملی حل شود. پیشتر برخی رسانه‌ها خبر داده بودند آقای عبدالحمید نه تنها جنایت گروه تروریستی داعش را محکوم نکرده، بلکه آن را حرکت مردمی خوانده است. معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو گفت مصرف دارو در تهران بیش از 2 برابر جمعیت این شهر است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دکتر رسول دیناروند گفته است ایران رتبه 2 مصرف دارو در جهان را دارد و هر ایرانی سالانه حدود 340 عدد قرص مصرف می کند. ایران پس از چین از نظر مصرف سرانه دارو 2 کشور پرمصرف دارو در جهان محسوب می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، میگوید تا زمانی که میر حسین موسوی و مهدی کروبی توبه نکرده باشند، دلیلی برای رفع حصر آنها وجود ندارد. آقای محسنی اژه‌ای این مطلب را در واکنش به برخی تلاش‌ها برای رفع حصر موسوی و کروبی بیان کرده و خواستار زمینه‌سازی شرایطی برای تاوان جرم و گناه بزرگ این دو رهبر جنبش سبز شده است. اظهارات این مقام قضایی در شرایطی مطرح می شود که علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفته ریشه مخالفت ها با محاکمه رهبران جنبش سبز روشن شدن حقایق سال 88 برای مردم است. اما واکنش های مخالف و موافق به سخنان محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، درباره تفکیک جنسیتی در شهرداری پایتخت همچنان ادامه دارد. در تازه ترین اظهار نظر، هاشمی رفسنجانی گفته است تبعیض جنسیتی در اسلام معنا ندارد و ملاک تقوا و توانایی علمی و جسمی است. اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت پیروان حضرت زینب گفت افراط و تفرید مخل شخصیت زن در جامعه است. بعضی ها شاید با نیت خوب افکار ناقص خود را به اسلام تعمیم می دن و متحجرانه زن را محبوس در خانه می دنن. وی اسلام را دین رحمت خواند و با بیان آیاتی از قرآن کریم که بر تساوی زن و مرد تکیه دارند گفت تبعیض جنسیتی در اسلام معنا ندارد و ملاک تقوا و توانایی های علمی و جسمی است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود با یادآوری ظلم تاریخی به زنان در موضوع ارث از زمین به جلسه خیش با علی خامنه‌ای اشاره کرد و گفت
بعد از گفتگوی ما، موضوع در جلسه فقهی دفتر رهبری نیز مطرح و یک نفر مأمور به بررسی شد و نتیجه آن قانونی شد که مجلس شورای اسلامی برای ارث زنان تصویب کرد. این اظهار نظر هاشمی در حالی است که علی خامنه ای یکی از مدافعان سرسخت تفکیک جنسیتی است و بارها درباره نقض حقوق زنان دستوراتی را به نهادها صادر کرده است. هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت زن ایرانی امروز در آموزش و پژوهش و حتی در مدیریت ها کارنامه سرافرازانه دارد و اگر بعضی از قوانین دست و پاگیر نباشد شاهد رشد حضور زنان در عرصه های مختلف خواهیم بود. اظهارات هاشمی واکنشی به سخنان اخیر محمد باقر قالیباف شهردار تهران در خصوص تفکیک جنسیتی است که جنجال ساز شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه 25 تیر از صدور بخشنامه این محرمانه توسط شورای معاونان شهرداران مناطق شهرداری تهران خبر داد که بر اساس آن شماری از زنان شاغل در بخش‌های اداری سازمان شهرداری کنار گذاشته می‌شوند. ایسنا نوشت این بخشنامه در اردیبهشت ما به تصویب رسید و مطابق آن کلیه مدیران ارشد و میانی میبایست صرفاً از نیروهای کارمند آقا جهت سمت‌های مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و مسئول پیگیری که در محدوده دفتر مدیران اشتغال دارند استفاده کنند. این خبر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد تا آنکه دو روز بعد در 27 تیر ماه محمد باقر قالیباف شهردار تهران به عنوان سخنران پیش از خطبه نماز جمعه حضور پیدا کرد تا به گزارش‌ها درباره حذف زنان و تفکیک جنسیتی در شهرداری پاسخ گوید. شهردار تهران گفت ما نظام اسلامی هستیم و غیرت دینی داریم. نباید اجازه دهیم یک خانم در طول وقت اداری و طی روزها و ماها ساعت تماس و معاشرتش با نامحرمان بیشتر از محرم، شوهر و فرزند او باشد. با گذشت زمان این موضوع کانون خانواده را تحت تأثیر منفی قرار می دهد. غیرت ما کجا رفته است؟ حالا بی بی سی هر چقدر می خواهد حرف بزند. اظهارات قالیباف در نماز جمعه تهران اما به همان اندازه خبر بخشنامه محرمانه شهرداری تهران پربازتاب بود و با واکنش‌های مخالف و موافق مواجه شد. در ادامه واکنش‌ها به بخشنامه شهردار تهران، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی هم به میدان آمد و گفت این اقدام همخوان با ارزش هاست و بازدهی را بالا می برد. پورمحمدی گفت مبنایی با عنوان تفکیک جنسیتی نداریم، بلکه این مبحث به عنوان افزایش راندمان اداری فکر می کنیم. همچنین یک روز بعد از سخنان قالیباف حدود 200 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در بیانیه‌ای از دستور اخیر وی اعلام حمایت کردند. تفکیک جنسیتی از آغاز جمهوری اسلامی وجود داشته و مقامات رژیم بارها و در مقاطع مختلف خواستار تفکیک زنان از مردان در دانشگاه‌ها و ادارات و دیگر مراکز و نهادهای دولتی شدند. با این حال به دلیل بافت مدرن مردم در ایران رژیم جمهوری اسلامی توفیقی در این خصوص به دست نمی آورد و ماجرا نیز پس از چندی که رسانه‌ای می شود به محاق می رود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش خبر داد شمار بیشتری از شورشیان سوری به گروه داعش می پیوندند، آنچه این شورا سوری شدن این گروه توصیف کرده است. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورهای قدرتمند به دلیل موضع دو پهلویشان در بحران سوریه انتقاد کرد که آنها از یک سو به دنبال راه حل سیاسی هستند و از سوی دیگر از طرفهای درگیر حمایت می کنند. داعش پس از پیشرفت‌های اولیه خود در عراق طی دو ماه گذشته اعلام تشکیل خلافت اسلامی کرد و ابوبکر بغدادی رهبر این گروه ستیزجو نیز خود را خلیفه مسلمانان معرفی کرد. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که موشک‌هایی از فاصله 11 کیلومتری مرز روسیه با اوکراین به شرق اوکراین اصابت شده است. این تصاویر ماهواره‌ای را اداره اطلاعات ملی آمریکا منتشر کرده است که آثار برجامانده از نقطه پرتاب موشک‌ها را نشان می‌دهد. تنش در شرق اوکراین پس از آن بالا گرفت که روسیه در ماه مارس شبه جزیره کریمه را به خاک خود ملحق کرد و واشنگتن از آن زمان به یکی از منتقدان اصلی سیاست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تبدیل شده است.
در یورش شبه نظامیان بوکو هارام به اقامتگاه معاون نخست وزیر کامرون در شهر مرزی کلوفتا 3 نفر کشته شدند و همسر این مقام به اسارت گرفته شد. شبه نظامیان بوکو هارام همزمان با یورش یاد شده شهردار این شهر را نیز که عالی ترین مقام مذهبی شهر محسوب می شود به گروگان گرفتند. سازمان ملل هشدار داده بوکو هارام امنیت کل منطقه غرب آفریقا را تهدید می کند. بوکو هارام در صدد ایجاد دولتی اسلامی در شمال نیجریه است. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک های جهان خواستار پایان خشونت ها در فلسطین، عراق و اوکراین شد و با اشاره به سالگرد جنگ جهانی اول گفت 100 سال از آن جنگ می گذرد. دیگر نباید چنین اشتباه ناگواری کرد. باید از تاریخ درس بگیریم. رهبر مذهبی کاتولیک ها هشدار داده همه چیز با جنگ از بین می رود و باید با گفتگو به دلایل صلح ارجحیت دهیم. اما مرحله اخذ رأی از شهروندان ترک مقیم خارج از ترکیه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز شده است. شهروندان مقیم ترکیه نیز روز 19 مرداد ماه به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. میسان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه گزارش می‌دهد. نخستین بخش از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که مربوط میشه به اخذ رأی از شهروندان خارج از کشور از روز شنبه آغاز شده. بر این اساس در 44 نقطه گمرکی و مرزی و فرودگاه کار رأیگیری از شهروندان خارج از ترکیه آغاز شده. همونطور که پیشتر شورای عالی انتخابات ترکیه برنامه و جدول زمانبندی انتخابات رو در روزنامه رسمی منتشر کرده بود، انتخابات ریاست جمهوری در 2 بخش برگزار خواهد شد. ابتدا از 9 تا 12 مرداد ماه رأی‌گیری از شهروندان خارج از کشور انجام می‌گیره و در بخش دوم در روز 19 مرداد ماه انتخابات سراسری در کل کشور برگزار خواهد شد. همانطور که در این جدول زمانبندی مشخص شده، اگر در روز 19 مرداد ماه روز انتخابات سراسری در ترکیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی نتونن 50% آرا رو به دست بیارن، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که تاریخ برگزاری دور دوم 2 هفته پس از اون، یعنی 24 اوت مصادف با 2 شهریور خواهد بود. این نخستین بار هستش که شهروندان خارج از ترکیه میتونن در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنن. بر همین اساس هم 118 نمایندگی ترکیه در 56 کشور مختلف صندوق‌های رأی رو برای شهروندان خارج از کشور در نظر گرفتن تا اونها بتونن در این انتخابات نامزد مورد نظر خودشون رو انتخاب بکنن. همینطور در این دور از انتخابات ریاست جمهوری که برای نخستین بار رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه، 3 کاندیدا از احزاب مختلف حضور دارن. آقای رجب طیب اردوغان از حزب عدالت و توسعه، آقای اکمل الدین احسان اغلو کاندیدای مورد حمایت 2 حزب جمهوری خلق و حزب ملی گراها، و همینطور آقای صلاح‌الدین دمیرتاش نماینده کردتبار و نامزد مورد حمایت حزب دموکراتیک خلق. البته تا اینجا هم نظرسنجی ها هم بسیاری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارن که بخت پیروزی آقای اردوغان از 2 نامزد دیگه بالاتر هستش. بر اساس اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، رئیس جمهور منتخب مردم برای 1 دوره 5 ساله انتخاب میشه و 1 رئیس جمهور حد اکثر 2 دوره میتونه در این مقام انجام وظیفه بکنه. اما در خبری دیگه، روزنامه استار ترکیه در گزارشی با عنوان اعتماد مردم ترکیه به حکومت خود افزایش یافته است می نویسد بر اساس تحقیقات به عمل آمده از سوی اتحادیه اروپا که به طور مداوم در مورد کشورهای عضو و نامزد عضویت این اتحادیه انجام می گیره و به یورو بارومتر مشهور هستش، میزان اعتماد مردم به حکومت در ترکیه در 6 ماه اخیر 19 امتیاز افزایش یافته. این روزنامه عنوان میکنه بر اساس این افزایش 19 پله‌ای میزان اعتماد مردم ترکیه به حکومت خود به 52% امتیاز رسیده و از این حیث ترکیه بعد از کشورهای فنلاند و سوئد در رده 3 کشورهای اروپایی قرار گرفته. مرتضی تمدن استاندار تهران در دولت احمدی نژاد میگوید نباید دولت روحانی صداهای مخالف را در نطفه خفه کند، چون تبدیل به دیکتاتوری خطرناک برای انقلاب می شود. آقای تمدن مذاکرات هسته‌ای را شکست خورده خواند و تصریح کرد ما درباره مذاکرات هسته‌ای نقد جدی و ریشه‌ای داریم و به تجمعات و همایش‌های دانشجویی که در راستای صیانت از دستاوردهای انقلاب باشد پاسخ مثبت می‌دهیم.
محسن رضایی با انتشار نامه اکبر هاشمی رفسنجانی را به طور تلویحی به اخلال در جنگ 8 ساله عراق علیه ایران متهم کرد. آقای رضایی در این نامه به افشای برخی اختلاف‌ها میان مقام‌های وقت جمهوری اسلامی با فرماندهان نظامی برای ادامه یا توقف جنگ پرداخته است. این فرمانده سابق سپاه از ناکامی‌های ایران در بسیاری از عملیات، ناتوانی در تأمین منابع مالی جنگ و خودداری افرادی مثل هاشمی رفسنجانی در بسیج کشور برای ادامه جنگ سخن گفته. آقای رضایی گفته فرماندهان جنگ نظر مثبتی به هاشمی برای تأمین منابع مورد نیاز جنگ نداشتند. سایت پیام نو نوشت یاران محمود احمدی نژاد به 3 گروه تقسیم شدند که شامل گروه بازگشت به دانشگاه، گروه سرگردان در راهروهای دادگستری و گروه ساخت و سازهای کلان. این سایت نوشته توان حلقه احمدی نژاد نه در قدرت سیاسیشان که در نوع بازی آنهاست. این وبسایت به عنوان نمونه نوشته است صادق محصولی از ساخت و ساز ارتزاق می کند و برج‌های میرداماد تنها بخش کوچکی از دارایی این مرد میلیون دلاری دولت احمدی نژاد است که نامش در ردیف یکی از ثروتمندان ایرانی دیده می شود. مدیر دیدبان میانکاله اعلام کرد در یک آتش‌سوزی بزرگ که در یک دهه گذشته سابقه نداشته است، روز شنبه 100 هکتار از پناهگاه حیات وحش میانکاله در آتش سوخت. آقای منصوری در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است این آتش‌سوزی در حالی ساعت 3 بعد از ظهر روز شنبه آغاز شد و به همین دلیل همیشگی نبود امکانات اطفاء حریق 4 ساعت طول کشید. به گفته وی این آتش‌سوزی سرانجام ساعت 3 نیمه شب یک شنبه گذشته مهار شد. قائم مقام وزیر علوم میگوید این وزارتخانه 12,000 استاد ایرانی را در دانشگاه خارج از کشور شناسایی کرده است. سالار آملی همچنین تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور را 4.5 میلیون نفر برآورد کرد. به همچنین اعلام کرد نزدیک به 20,000 دانشجوی خارجی در ایران مشغول به تحصیل هستند. آقای آملی همچنین از طرح شورای امور سیاست‌گذاری همکاری‌های بین‌الملل خبر داده و گفته است دانشگاه برتر کشور تا 4 سال دیگر باید در میان دانشگاه‌های برتر آسیا قرار گیرند. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. ممنونم که با تلویزیون ایران فردا همراه بودید. دعوت می‌کنم بیننده برنامه صفحه 1 ما هم باشید که بلافاصله پس از خبر پخش می‌شود. شب و روز شما خوش.